با وجودی که اینها قربانی میتن شب و روز، اولین هر خطری که باشد جانی از اینها در خطر است، جانی خود پیش میکنن تا ما زنده بمانیم. ولی با کدام وجدان تو بروی پلیس به سلی میزنی؟ با کدام وجدان؟ بزرگترین جرم است. تو بروی ملت، بروی عزت ملت به سلی زدی. امتیاز ندارن، مظلوم هستن پلیس ما، ولی یک احساس اسلامی که دارن و یک احساس الحمدلله وطن دوستی که دارن، میبینیم که در هر شرایط تو وقتی که میای تو کشکارگر دستاورد چیز به این وطن چی معنا؟ 3 سال در پالوی دمی پالوی پارلمان اگر کسی از طرف دوغابات گرفته باشه اینموجا کند و کپر بود. خب پارلمانی که وکیلی از او احساسی نداشته باشد که راهی که به طرف پارلمان میره دیوار در مابین سرک تا یا زنده بمانند و ملت اذیت شود. اگر رفته باشین بسیار مشکل بود عبور موتر از پیش روی سرک پارلمان. کد با کدام دستاورد تو امتیاز میخوای روی پلیس به سلی میزنی؟ فکر باشه اینها کلان خدمت انجام میدن. الحمدلله هزاری در هزار بار شکر لطف پروردگار است. قبل از همه چیز لطف الله است، حفاظت الله است. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. اول نصرت الله است و بعد از او ای جانبازا هستند و فداکارا هستند و سربازای واقعی سرزمین هستند از این خاک دفاع میکنن. و با تو چی؟ بیایی سو خود تو از یا نیستی؟ پیشتر ما برات گفتم در وقتی که بچه در صف اول در پالوی اردو، وقتی که در وقتی که در سنگر قرار گرفت، من میگم بیشک نوشی جانت. باز در وقت هر نازی که میکنی ارزش داره، ولی بچه در کجا چکر میزنن؟ بچه زبان ملی را یاد دارد؟ بچه هایتان، بچه هایتان که در بالاترین پوهنتونای جهان تحصیل میکنن و از امتیازات خاص برخوردار هستن و از اینجا دلار سرازیر برشان میشه، حتی کلچر و فرهنگ همین سرزمین یاد دارن؟ چرا در موجه تولد شدن و مزدوری به همون مردم میکنن، به همون خاکی که در اونجا تولد شدن؟ پس چی تو؟ بلکه ما همه به جانمان، به مالمان، به دعامان با همراهیشون باشیم و همچنان با پلیس من احترام من باشد. وقتی که او جان خود در خطر و سری خود به دست خود میگیره به خاطر تامین امنیت و ما با او اهانت و حقارت میکنیم، این خود کلان یک جنایت است، نابخشودنی است.